برای شما عزیزان آماده شده و قرار من مزاحم شما بزرگواران بشم. جلسه بسیار مهمه، یعنی اینکه به لحاظ موضوعی شاید بسیاری از شبهات شما رو برطرف بکنه و بسیاری از عزیزان نسبت به ایدئولوژی که دارن محکم بشن و با افتخار از اون دفاع بکنن. حالا نکته که پیش اومده، متاسفانه ما لپتاپمون رو جا گذاشتیم، اما مهم نیست چون بسیاری از نکات رو من دیگه، اگر می‌خواستم مثلا به تورات اشاره بکنم، می‌خواستم تورات رو به شما نشون بدم اون صفحه‌شو. من تا آیاتش بعضن حفظم. اون نکات رو میگم، سورس میدم، کسایی که خواستن خودشون بعدن سایتم معرفی میکنم، میتونن تورات آنلاین، عهد عتیق آنلاین، عهد جدید آنلاین و اول بایبل آنلاینش وجود داره، میتونن برن استفاده کنن، با تلفظ با همه چیزا میتونن برن ببینن. ببینید دوستان، یکی از سوالاتی که بسیاری از شماها و خود من زمانی که همسن و سال شما بودم و حتی شاید کمتر همیشه تو ذهنم بود، این که واقعا هدف از این خلقت چیه و ما برای چی باید با یه جبری تو این دنیا بیایم، با یک جبری وارد این دنیا بشیم، بعد بابت این چیزی که خودمون نخواستیم به دنیا بیایم، بعد بیایم جواب پس بدیم، بهشتی بریم یا جهنمی بریم. خب یک جوری درسته، حالا هر چی شده بود شده بود، باید ما میتونستیم جوری کار بکنیم، زندگی بکنیم که خودمون رو تو تراز اون بهش قرار بدیم. من تا برام سوال بود خب چرا خدای همچین کاری کرده؟ شاید من اصلا نمیخواستم، اصلا به خطرش نمیارزه، آفریده بشه بره جهنم. خب همون نمیبودیم بهتر بود. من تا این باعث شد که یک بخش جدی از پژوهش‌های بنده رو همین مطلب در واقع بگیره. این نکته رو عرض بکنم، این بخشی، حداقل نگم همش چون دروغ میشه، بخش های از این نکاتی که میخوام خدمتون عرض بکنم جای دیگه وجود نداره، جای دیگه گیر نمیده، پژوهش شخصی خودمه یا حداقل چینش اینها کنار هم دیگه. ببینید وقتی شما به کتب مقدس ادیان ابراهیمی، اما از عهد عتیق با عنوان تورات و کتبیم و نبوئیم، یعنی 5 تا کتاب اول اینا میگن تورات، اسفار خمسه میگن، 5 تا رو میگن تورات، یعنی تورات 5 جلده. بعدش میاد توی 34 تا کتاب دیگه که به 2 تا 17 تا تقسیم میشه. کتبیم یعنی کتابها، ایم در زبان عبری نشان جمعه، کتبیم یعنی کتابها، نبوئیم یعنی نبوتها و نبیها. این در مجموع میشه 39 تا کتاب. به این میگن Old Testament، یعنی عهد عتیق که خیلی میشنوید. این کتاب هاییست که یهودی ها فقط قبول دارن و مسیحی ها. مسیحی ها یعنی کتاب یهودی ها رو قبول دارن، اما یهودی ها کتاب مسیحی ها رو قبول ندارن. به کتاب مسیحی ها میگن New Testament، اون میشه عهد جدید. هر دوتاش با هم میشه عهد. این عهد جدید هم 27 تا کتابه. 27 تا و 39 تا کتاب جمع بزنید، مجموع اون چیزی که تحت عنوان کتاب مقدس گفته میشه. معمولا هم همش با هم تو یک کتاب چاپ میشه و خدمت شما عرض بکنم تو یک جلد چاپ میشه. من از 100 سال پیششو دارم و نسخه‌هایی که پی دی اف برداشته شده به زبان‌های مختلف، به زبان عبری، به زبان انگلیسی، به زبان‌های مختلف فارسی داریم. و اون بحثی هم که مطرح میشه در مورد تحریف، که مثلا این کتاب‌ها تحریف شدن یا نشدن، این بحثا یه بحث مجزاییه. من اصلا با اون چیزا کار ندارم. من با همین کتابایی که دم دسته و آدرس میدم شما میتونید برید ببینید کار دارم. چون من بیام میگم این تحریف شده، قبلا بوده، این قابلیت اثبات نداره. من اینکه بتونم یه دونه تورات مثلا 2000 سال پیش پیدا بکنم، بیام میگم نگاه کنید اینجا این اسم بوده الان برداشتن. کما اینکه این اتفاق هم افتاده ها، در مخطوطات بحرالمیت، تو بحرالمیت یه قاری پیدا شد. مخطوطات یعنی خطی ها، کتاب های خطی. اونجا کتاب های پیدا شد، دیدن بله بعضی چیزا واقعا تغییر کرده. متاسفانه به هیچ وجه در اختیار پژوهشگران قرار نمیدن. به عنوان مثال نام احمد به وضوح دیده شده. شما اصلا سرچ بکنید احمد در مخطوطات بحرالمیت، عکسای برخی از پژوهشگران گذاشتن اونجا، منتها اینا سری اومدن اینو جریانو به دست گرفتن. یا مثلا انجیل بارنابایی که متعلق به 1500 سال پیش بود، دقت کنید 100 سال قبل از اینکه پیامبر ما بیاد، متعلق به 1500 سال پیش بود، ارتش ترکیه از یک گروه قاچاقچی کشف کرد به زبان گرجیست، یعنی روی پارچه هم نوشته شده. اونطور که بنده تحقیق کردم، یک دوستی ما تو ترکیه داریم، از ایشون خواستم اونجا بره صحبت کنه، تحقیق بکنه. کسایی که ترکیه استانبولی بلدن تو اینترنت سرچ بکنید پیدا شدن انجیل بارنابا مربوط به 1500 سال پیش در ترکیه، میاد برنامه‌های تلویزیونی گذاشتن. متاسفانه امروز ارتش ترکیه اینو به دست گرفته و سیاستمداران ترکیه یکی از گزینه‌های پیوستنشون به اتحادیه اروپا رو این کتاب قرار دادن.
یعنی به اروپایی ها میگن یا ما رو راه میدید یا اگه راه ندید اینو پخش میکنید. دقت کنید این کتاب مال 100 سال قبل از به دنیا آمدن پیامبره. این یعنی چی؟ یعنی این بسیار جدی اثبات میکنه که آنچه که اسلام با خودش آورده حقانیت. ببین من یه آدمی هم بسیار سخت باور، یعنی چیز ساده قبول نمیکنم. باید حتما ببینم. با خودم میگفتم من مسلمان به دنیا اومدم چون پدر مادرم مسلمان بودن، لابد از این جهت من مسلمانم. چه مزیتی داره؟ اگر توی خانواده از یک دین دیگه به دنیا می اومدم طبیعتاً به همون دین بودم. کما اینکه عموم افراد دین ارثی دارن. خب به خاطر همین شروع کردم به تحقیق، کتاب‌هاشون رو خوندن، با افرادی از همان دین صحبت کردن، بحث کردن، مناظره کردن، ازشون کتاب خواستن، کتاب دادن تا به اینجا برسیم. این رو من خدمت شما عرض بکنم. آنچه که از کتاب‌هایی که خواندیم، حالا اصلیش هم همین کتاب شریف یعنی قرآن، این برمیاد که عزیزان کاملاً خلقت هدفمند با شرط بوده. اینا رو من حالا توراتی، قرآنی، انجیلی برای شما بحث میکنم، کنار همدیگه قرار میدم. ببینید قرآن میگه که قبل از این خلقت زمینی ما یک جا دوره هم جمع شدیم در روز الست. الستو بربکم قالو بلا. خدا از ما یه عهدی گرفته، همه هم بلا استثنا گفتن بله. چرا این اتفاق افتاده؟ نگاه کنید این عالم عالم ارواح بوده. چه بوده سرش بحثه. 12 نظریه در موردش داریم. یعنی من یه سرچ کردم بین علمای اسلامی، حداقل 12 نظریه من خودم دیدم. اما اون چیزی که من به دست آوردم اینه که دارم خدمتتون عرض میکنم، یعنی این نظریه بنده هستش که خیلی هاش هم مستند به قرآن و کلام خیلی از بزرگان و علمای. نگاه بکنید خداوند اونجا وقتی تمام موجودات رو حاضر میکنه، هر آنچه که خلق شده اند حاضر میکنه، از دقت کنید چه مختارهای اونا، کسی که اختیار قرار بوده داشته باشن، چه غیر اختیار، اونا که غیر قرار بوده مختار آفریده نشن مثل حیوانات، ازشون سوال میپرسه و شرطی رو قرار میده. اونا ببینید چه جایزه بزرگی داشته که بعضیا از سر دروغ و نفاق بله میگن. یعنی من مثال برای شما میزنم، ما آقایون این فیلم رو که واقعیته از سر عشق و علاقه و نمیدونم اینجور چیزا خدمت سربازی نمیریم. به خاطر چیه؟ به خاطر که مزایا و مواهبی که داره مجبوریم بریم خدمت. یعنی میگه اگه پاسپورت میخوای، اگه گواهینامه میخوای، اگه میخوای نمیدونم به زن بدن، اگه میخوای کار پیدا کنی، یکی از چیزایی که میپرسن توی مملکت ازت میخوان کارت پایان خدمته. حالا ببین یه سوال ازت میپرسه، میگه که آیا شما عاشق خدمت مقدس سربازی هستید؟ آره. میگه مجبوره که بدبخت بیچاره بعد بگه که بنده خدا مجبور برگرده بگه بله دیگه چیکار کنم، رفته ثبت نام. منتها اینجا خدا یک نکته رو گفت، گفت ببینید این هستیه، اینی که دارید الان نفس میکشید، اینی که دارید الان میبینید، به این میان هستی، این زنده بودنه، اینو میخواید یا نه؟ همشون گفتن بلا استثنا بله، چون هیچ کس نیست از هست بودن بعدش بود. خدا فرمود ببین شرطش اینی که بری خدمت. اگر بدون پایان خدمت من اجازه این هستی رو نمیدم. این شرط من و خداست. ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. خدا اینجا آمدانه در مورد مختارهاشون صحبت میکنه، اونایی که اختیار داشتن. توی موجودات جن و انس مختار آفریده شدن، اختیار دارن که سرپیچی بکنن یا نکنن. گفتش که میخواد من شرطم اینا، ما خلقت و اصلا خلقتون نکردم الا ليعبدون. ليعبدون هم معنی داشت. یعنی چی؟ خدا فرمود من چند تا الگو با عنوان کلمات الله، اینا که دارم میگم تو کتابای عهد عتیق هم هست، تو عهدین هم هست، با عنوان کلمات الله برای شما میذارم، شما باید عین اینا عمل کنید، عین اینا رفتار کنید. اون کلمات الله که تو قرآن بارها تکرار شده و 14 مرتبه تکرار شده، همین الان این عزیزی هم که داشت قرآن میخوند، ایشون سوره بقره داشت آیه 124 رو میخوند، همونجا و از ابتلا ابراهیم ربهو به کلمات رو اشاره کردن ایشون. یعنی میگه حضرت ابراهیم هم که آزمایش شد با کلمات الله آزمایش شد، حضرت آدم هم که بخشیدیمش با کلمات الله بخشیدیمش. اون افرادی که قرار میده، من اعتقاد دارم اونا فردن و اثبات میکنم قرآنی و حدیثی، یعنی اونها یک شبح نبودن بلکه یک وجود بودن، یک حقیقت بودن. گفت باید مثل اینا بشید. عین اینه که توی امتحان نهایی یه دونه برگه امتحانی رو میذارن به عنوان نمونه، به معلم‌ها میگن باید مثل این بردارید شما تصحیح بکنید برگه رو، اون میشه مبنا. حالا یه نکته اینجا وجود داره، آیا میتوان دقیقا مثل این افراد شد، مثل اون کلمات الله شد؟ پاسخ خیر است. چرا؟ چون اگر بتوان به چیزی رسید عقلا و منطقا میتوان از آن رد شد و گذشت.
پس یک حالت آرمانی و عصمت‌گونه اینها دارن که هیچگاه نمیتونن. میتوان به لحاظ اون علم ریاضی که خودمون داریم، مباحثی که تو ریاضی داریم، میگیم بی نهایت بار این نمودار به محور مختصات، مثلا به محور ایکس ها نزدیک میشود، اما هیچگاه به آن نمیرسد. فلذا از این به عنوان عصمت اکتسابی یاد میشه، یعنی به ذات عصمت نداره اما انقدر خودش رو شبیه به اونها میکنه به قریب به عصمت میشه. این شدنیست، رو زمینم دست یافتنیست و افرادی رسیدن که مثالهاش هم میشه زد برات. فلذا افرادی از ابتدا خدا میاره رو زمین، خدا یک نمونه نشون میده. بعضیا هستن تو خونه شون مثلا یک سری وسایل رو میان میگیرن، میان پیمانکاری میان آماده میکنن، یه عروسک درست میکنن، دونه 20 تومن 30 تومن 100 تومن چقدر بهشون پول میدن، بعد تحویل میدن به صاحبکار، اون میاد براشون بهشون پول میده. صاحبکار وقتی میاد چیکار میکنه؟ یه دونه کاتالوگ از اون عروسک میده، یک دونم کامل ساخته شده رو نشون میده، میگه این کاتالوگش، آقا چسبو بردار اینجوری باشه، چسب تو این دما باشه، این بحثا رو مطرح میکنه. یک دونم نمونه ساخته شدهش رو میده، میگه نگاه. اون موقع که این بحث زده شد خوب دقت کنید، همه گفتن بله، گفتن باشه خدمت باید بریم بله. شاید 1%، 2%، 3% نمیدونم، این درصد از کسایی که خدمت سربازی میرن از سر شوق برن سر خدمت سربازی. حالا چی شد؟ خدا گفت شماهایی که گفتید بله، حالا از قدیم گفتن بله و بلا، دوچار آزمایشتون میکنم تو فرصتهای مختلف. شما روی زمین خواهید آمد و دوچار بلا خواهید شد تا ببینم اون بلایی که گفتی از سر صدق بوده یا نفاق پیشه کردی. منتها خدا یه نکته رو در قرآن میفرماد، میگه من فهمیدم کدوماتون از سر نفاق گفتید بله، من اینو متوجه شدم، اما از آنجا که عادلم بابت کار نکرده بلای سرتون نمیارم. اون بلایی که گفتی باید اینجا اثبات کنی. اولین کسی که آزمایشش شروع می شود ابلیس است. یکی از جنیان، دقت کنید، یکی از جنیان که به مرحله فرشته ها اومده، فرشته ها به ذات معصومن، یعنی اصلا توانایی اختیار و گناه کردن رو اصلا ندارن، گفت اومده قاتل فرشته ها شده بود. اینجا دقت بکنید، وقتی خدا میگه اسجدوا لآدم، به آدم سجده کنید، خوب انر خانم ها ساکت باشن، چه خبره؟ وقتی کس میگه به آدم سجده بکن، چون این بحثا مهمه قرآنیه، یه نکتهش متوجه نشید بعدا توی ذهنتون نمونه سوال براتون پیش میاد، گفتم به شرط چاقو جای دیگه هم گیر نمیاره، خوب دقت کنید. وقتی به ابلیس میگه سجده کن، اسجدوا لآدم، به ملائکه میفرماد، اونا فسجدوا، همشون سجده میکنن الا ابلیس، به غیر از یکیشون. قرآن میگه کان من الجن، که او هم فرشته نبودا، فکر نکنید موجود خدمت شما عرض بکنم معصوم میتونه سرکشی کنه، نه، کان من الجن، میگه این از جنیان بود. جای دیگه نکته بسیار عجیبی میگه که متاسفانه ما دقت نکنیم تو این کلام قرآن، میگه کان من الکافرین، او از کافران بود، نمیگه از کافران شد. الان عموم ترجمه ها نوشته از کافران شد، ابلیسی که اولین هست میگه از کافران شد. حالا قبول، ما فرض بر این میذاریم شد از کافران، قبول، من میپذیرم. حالا سوالی که اینجا پیش میاد اینه، میگه ابلیس شد از کافران، کدوم کافرها؟ پس باز هم کافران دیگه بوده که اومده قاطیشون شده. قرآن این کسانی را که الکی بله گفتن، تو دل محبت و بغض اون کلمات الله رو محبتشون نداشتن و بغض کلمات الله رو داشتن، با عنوان کافر ازشون یاد میکنه. این بسیار جدیه، خوب عنایت داشته باشید. شیطان موحد است، خدا میگه به غیر من سجده کن، میگه من به غیر تو به هیچ کس سجده نمی کنم. شیطان قیامت رو قبول داره، یعنی توحید رو قبول داره، قیامت هم قبول داره، از خدا خواست الی یوم یبعثون، تا روز قیامت به من فرصت بده. این هم توحید رو قبول داره، هم معاد رو قبول داره، با این وجود خدا بهش میگه کافر. پس مبنای شرک کفر از نگاه قرآن، عزیز دل من، اعتقاد و قبول اون خلیفت الله. خدا آدم رو آفرید، آوردش سر کلاس فرشته ها و ابلیس، خوب دقت کنید، آورد سر کلاس، تا اینا دیدنش واکنش نشون دادن، گفتن اینو چرا آوردی تو کلاس ما؟ برای چی؟ به خاطر این که چندم یه فرشته از کجا میدونستن آدم میخواد خرابکاری کنه؟ چون آیه قرآن اینه دیگه، گفت آیه کسی رو میخواد جانشین خودت رو زمین بذاری که فساد میکنه و خون میریزه. چند تا نکته، اولا بنده اعتقاد به این دارم و اثبات هم میکنم،
5 6 تا دلیل قرآنی و روایی صحیح داریم که اون بهشتی که آدم و حوا تو اونجا بودن و حضرت آدم از اونجا راند بیرون انداخته شد و یه جای روی زمین بوده. خب اصلا اون بهشت اصلی که قراره بریم خالدین فیها ابدا اون نیست به هیچ وجه که یک نفر وارد بشه. دلایل مختلف، یکی دو تاشو من فقط براتون میگم، چون اون بهشت جاودانه است و ورودی داره خروجی نداره، اما این رفته برگشته. دو، ما آیه قرآن داریم که توی بهشت لغو و تعصیمی وجود نداره، حرف بیهوده‌ای وجود نداره، تا دلتون بخواد شیطان مزخرفات گفته بیخ گوش حضرت آدم. سه، ما تو روایت داریم حضرت آدم و حوا طلوع و غروب خورشید رو می‌دیدن، از این واضح‌تر. اما ما داریم که توی بهشت طلوع و غروب خورشیدی وجود ندارد. نکات دیگه هم هست، مثلا اینکه شیطان که از بهش رانده شده چجوری میتونه دوباره برگرده؟ کلا سر خدا میخواد بذاره؟ نه، اصلا از اون اصلا اون بهش نبود، اون بهش اصلا روبانش افتتاح نشده بود تا کسی بخواد بره توش. یه جای خوش آب و هوای روی همین زمین، شاید هم جای دیگه، حداقل ما اینو، اما قطعا اون بهش اصلی نبوده. حالا تا آدمو دیدن واکنش نشون داد. دو، دلیل دوم، چون موجود شبه آدم دیده بودن. اینو فقط تو شیعه گیر میارید، هیچ جا دیگه نیستش. امام محمد باقر علیه السلام فرمود، ما نزدیک 12 تا روایت داریم که موجوداتی شبیه انسان قبل از ما روی زمین زندگی میکردن با عنوان نسناس، هوش داشتن و خدا نابودشون کرده. ببینید چه زمانی داره این حرف زده میشه، 1300 سال پیش آقای امام محمد باقر نکته رو میفرماد، زمانی که نه بحث داروینیسمه، نه بحث لامارکیزمه، نه نیازی به این هستش که بگیم فسیلایی که داره پیدا میشه چیه. اون زمان میفرماد که نخیر هستن. امام صادق فرمود قبل از شما الف الف موجود رو زمین زندگی کرده. الف الف عدد کسرته، یعنی یه چیز تو مایه های میلیون. از امیر مؤمنان پرسیدن آیا تو سیاره ها و تو آسمان های دیگه، ستاره های دیگه، اونجایی که میپرسن تو آسمان ها موجودی دیگری به غیر از ما هست؟ حضرت فرمون فیها مدائن که مدائنکم، تو اونجا مدینه یعنی شهر و تمدن میاد، تمدن های هست عین تمدن های خود شما، منتها اشرف مخلوقات شمایید. چرا باید این اتفاق بیفته انسان بشه اشرف مخلوقات؟ الان میخوایم بحث کنیم. یعنی تمام الان بعضی از ماها داریم بیگاری و عملگی کسانی رو میکنیم که به لحاظ رتبه آفرینش بسیار از ما پایین ترن، یعنی گوش دادن به حرف جنیان و شیاطین. این درد آوره، این سخته. خدا تو حضرت آدم و نشونه گفتن بابا یه موجودی شبیه اینم قبلا بود، تازه داری به این اختیارات چی میدی؟ بیشتر میدی. فسادی که این بکنه چیه؟ خیلی بیشتر، این هوش بیشتر داره، بعد نفخت و از روح درو دمیدی، اختیارات داره، اینو جانشین خودت میخوای بذار رو زمین. خدا در پاسخ یه نکته جالب فرمود انی اعلم ما لا تعلمون، من یه چیزی میفهمم که شماها نمیفهمید، من از یک چیز خبر دارم شما خبر ندارید، من میدانم و شما نمیدانید. اینا وقتی دوباره یه خورده اصرار کردن، خیلی جالبه، خدا یک سوال پرسید از فرشته ها و به تبع اون یکی از جنیانه که اون وسط قاطی شده و نماینده جنیانه. ببینید جن قبل از انسان آفریده شده، میگه نسناس، جن ناس ترتیب آفرینشه، بعد یا جن و ناس، جن و نسناس جاشو بعضن برعکس هم گفتن. بعد خدا سوالشو پرسید از فرشته ها و به تبع اون ابلیسی هم که قاطیشون رفته بود، گفتش که خب جواب منو بدید. عین اینه که معلم میاد روی تخت سیاه روی وایت بورد یه مثال خیلی سخت از درس میپرسه، هیچ کدوم نتونستن جواب بدن، گفتن لا علم لنا، ما علمشو نداریم، جواب این سوالو نمیدونیم. اینجا یه نکته عجیب اتفاق افتاد، خدا به حضرت آدم، اینا که دارم میگم همش ببینید آیه قرآنه، هیچ کس نمیتونه توش انقلتی بیاره چون عین آیه است. خدا به حضرت آدم فرمود انبئهم یا آدم به اسماء هؤلاء، ای آدم اسمای اونا رو به اینا یاد بده. هاولا در زبان عربی برای موجود صاحب شعور استفاده میشه، برای زی شعور استفاده میشه، برای انسان استفاده میشه هاولا. حتی این بت پرستا به بتاشون میگفتن هاولا الاسنام، یعنی چی؟ یعنی اینکه این بت ها رو صاحب چی میدونستن؟ شعور و فهم میدونستن، میگفتن یه تیکه سنگ نیستن، اینا اثرگذاری دارن. خدا اسمای کیا رو داره میخواد از حضرت آدم؟ گفت اسمای اونا رو بگو. تا اسما رو گفتن تمام دهنا بسته شد، همه سجده کردن. عین این که اون کسی که بلند شد اومد تخت سیاه رو حل کرد، اینقدر قشنگ جواب حل کرد، همه ساکت شدن. تو این شرایط یه نفر معلم برمیگرده، مربی معلم برمیگرده به دانش آموزا، دانشجو میگه ایشونا تشویق کنید. دقیقاً همین اتفاق افتاد، فرمود اسجدوا لآدم، همتون سجده کنید. میگه فسجدوا، همه دست زدن، امروزشو دارم میگم، الا ابلیس.
دست نزد. یه دیدی یه نفر اون گوشه ته کلاس وایساده درس نمیزنه مثل برج زهرمار وایساده نگاه میکنه. خب تو چه مرگته؟ امروزیشو بگم حالا خدا اینجا نفرموده، تفسیر رائفیه است. گفتش که تو چه مرگته؟ جوابو نگاه کنه. گفت من بچه تهرانم، این بچه شهرستانه، بر همین دست نمیزنم. آره دیگه، گفت خلقتنی من نار خلقتهم من طین. من از خود ببین جواب خیلی احمقانه است و تحقیر و توهینه. خدا گفت بابا نفخت فیه من روحی، من از روح خودم در این دمیدم، شما چی داری میگی؟ گفت همینی که اصلا من دست نمیزنم. تو این شرایطی که استاد یا معلم به دانش آموز یا دانشجو میگه گم شو برو بیرون، قال احبت، گم شو بیرون. گفت برای چی من انداختی بیرون؟ گفت برای اینکه تو بی ادبی. گفت ببینید ابلیس اخراج نشد به خاطر اینکه جواب سوال رو نمیدونستن، نه، فرشته هم نمیدونستن، به خاطر بی تربیتیش انداختش بیرون. گفتش که خب اگه من اثبات کنم اونم بی تربیته چی؟ ببین علم آدمو زیر سوال نبرده، میگه اونم چیه؟ بی تربیت اثبات کنم چی؟ ببین خدا چون عادله، گفت عیبی نداره اگه میتونی اثبات کن. گذاشت زنگ ورزش نامرد. حالا دقت کنید، خدا آدم و حوا رو آورده بهشون فرصت مطالعاتی داده، یه جای خیلی خوش آب و هوا عالی، میگه هر چی دلتون میخواد بخورید و بیاشامید، ولا تقربا هذه الشجره، فقط به این شجره نزدیک نشید. دقت کنید، ابلیس اومد ببین چی گفت. من اینو باید سریع بگم، تو بعضی از سخنرانی دیگه گفتم، چاره نیست، مقدم است. ابلیس اومد جلو گفتش که ببین آدم، میدونم از دستان ناراحتی، اما از چشم من نبین، اعتراضی که من کردم حق دارم. ببین ایراد آفرینش تو اینه، خدا تمام قدرت‌هایی رو که داره رو میخواد بسپره به تو، امانت به تو بده، به تو بده، به تو. و ما میدونیم که تو خراب میکنی، ما برای خودت مثلا داریم میگیم، شروع کرد اظهار دوستی کردن. انی لکما لمن الناصحین، قرآن میگه، گفت با من خیرتون میخوام، قسم خوردی این حرفا. اون بهش گفتش که من برای اینکه حسنیت هم به تو نشون بدم اینه، برو از اون میوه اون درخت بخور ببین چقدر خوبه. حضرت آدم گفت ببین پدر، سوختگی تو ذاتته، این همه درخت صاف دست گذاشتی. حضرت آدم نعوذ بالله زبانم لال، یه آدم جاهل نیست، علامه است. و علم الانسان ما لم يعلم و علم الادم اسماء كلها، باز دوباره میگه چیا رو به آدم یاد دادیم؟ اسماء رو یاد دادیم. متاسفانه شما میبینی برخی اومدن چجوری تفسیر کردن، میگن که اسم زمین، آسمون، آب، برق، گاز، تلفن، اینجور چیزا رو یاد داد. نه خیر، این نوع این دستتون در نکنه، این طور نیستش. شما داریم صحبت میکنن اسماء هاولاء، اشیاء که هاولاء نیستن، که یه خود زبان عربی آدم دقت بکنه متوجه میشه. بعد گفتش که ببین من اثبات میکنم، شروع کرد بحث کردن. گفت ببین خدا گفته من به این درخت نزدیک نشم. گفت نگاه کن، عیبی نداره، اما یه دلیل دارم، بذار امروزی بگم تا بفهم. گفت ببین به این درخت انجیر یا درخت گردو میگن زیرش نخوابید شب. برای چی؟ دی اکسید کربن داره، آدم چی میشه؟ خفه میشه. گفت آیا این به معنی اینه که میوهشو نخوری؟ خب برو یه دقیقه انجیر رو بکن به این ور بخور، برو گردو رو بکن به این ور بخور. حضرت آدم یکم فکر کرد، گفت نمیره. گفت برای چی؟ گفت برای اینکه تو خدا به من گفته که تو انه لکم عدوون، تو دشمنم. یعنی زرنگ یه جوری متأسفانه چیزی دارن بحث میکنن. این بحثا عکسش دقیقاً تو توراته، یعنی کاملا شیطانی شروع شده. کتاب باب سومه، باب سوم تورات، برید بخونید ببینید چی مزخرفات میگه. میگه خدا دروغ گفت به انسان، شیطان راست گفت به انسان. و از توش میگه چی در میاد؟ اینه که میگه خدا جهنم بردنش نعوذ بالله خالی بندی، خدا داره لاف میزنه، دروغ میگه، جهنم نمیتونه ببره، به حرفش گوش ندید. در همین از تو دل یهودیت کابالا بیرون اومد که عرفان اشاعه شیطان پرستی است به اسم خدا پرستی ها. ظاهرا شما داری خدا میپرسته، اما در نهان میفهمی تو داری موجودی به اسم شیطان رو به جای خدا میپرسته. بعد گفت حالا که اینجوری شروع کرد قسم خوردن به لفظ جلاله الله، مثلا فرض کنید قسم خورد که آقا والله بالله تالله، الفاظ جلاله، قسم، قسم سنگین که انی لکما لمن الناصحین، والله بالله من خیر شما دوتا رو میخوام. دقت کنید اینجا هیچ تفاوتی بین زن و مرد قرآن نذاشته، در خلاف تورات که میگه زورش به آدم نرسید، شیطان رفت سراغ حوا و او عامل انحراف و وسوسه آدم شد. حتی خود حضرت آدم اعتراض میکنه، میگه چرا همچین زنی رو کنار من گذاشتی که منو بدبخت کنه، بهش بنوزه بیرون. اینا رو قرآن نداره. میگه که انی لکما لمن الناصحین، قاسمهما، هر دوتا شروع کردم، هر دوتا رو قسم داد. حضرت آدم یه ایراد داشت،
اونم چی بود؟ حضرت آدم دشمن شناسیش خوب نبود، باورش بچه مثبت بود. اینجوری بگم مثلا امروزی ها خیلی مثبته، باورش نمیشد. به اینو گفت به خدا، گفت وقتی خدا گفت چرا این کار کردی، گفت خدایا من باورم نمیشد یه کسی توی این حد توی این جا قسم لفظ جلالی دروغ بخوره، چون قسم داد دیگه حضرت آدم. رفت به سمت شجره. حالا یک نکته بسیار جالب تو قرآن هست که دیده نشده و دقت نکردن متاسفانه. ما همینج قرآن رو میخونیم قلقل میکنیم، بعد ببینیم کنه بعد اثر بذاریم. یتقلقلون نباید باشه، باید یعلمون باشه، یفقهون باشه، یتدبرون باشه، یتفکرون باشه، فکر کنیم. اینجا ببین چی میگه. میگه که شیطان اومد به آدم گفت هل ادلکم، آیا میخواد شما راهنمایی کنم به چی؟ شجره خلد. دو میخواد و یکی دیگه انتکونا ملکین، میخوای هماهنگ بکنم به شجره خلد به بهشت اصلیه برسید. این از اینجا هم با زوره میفهم اون بهشت اصلی بگید نبوده، شجره که خلد و خالد در بهشتن. خالد یعنی کسی که جاودان بشه. گفت میخواید. دومی رو دقت بکنید، این خیلی مهمه که اینو میگم دقت نکنه. گفت میخواید ردیف بکنم بر... یعنی اینا وعده هایی بود که گفت اگه اون میوه رو بخورید میشید. یعنی وعده هاش چی بود؟ یک، میرسید به این شجره، شجره‌ای که خلده. دو، ان تکونا ملکین، که بشید دوتا چی؟ بگید. خب اینجا یک سوال بسیار اساسی پیش میاد. مگر فرشته‌ها اونم گردن کلفتاشون همه رؤوسشون سرلشکراشون مگر به آدم و حوا سجده نکردن؟ مگه پا درس آدم نشستن؟ چطور میشه که اینجا ابلیس اینه کسی که دکترا گرفته بعد بیه بهش بگه میخواه ردیف کنم از دبیرستان یه دور دوباره شروع کنی بخونی؟ به کسی هم نگی و آخر دیگه مثلا پیشنهاد پای میز مذاکره شون اصلا ابلیس. نه خیر، این احمقانه است. پس یک نکته اینجا نهفته است، اونم نظرمو میگم. ببینید فرشتگان ویژگیشون اینه که همیشه صد خودشونن، بهتر از اون نمیشن هیچ وقت. یعنی نه همیشه صدن. اما انسان دقت کنید و صد خوبی، متوجهید به سمت خوبی هستن، عقل محضن، شعور محضن، پاکی محضن، عصمت محضن، به سمت خوبی صد خودشونن، بعد نمیتونن باشن. حالا نگاه بکنید آدم دقیقا عکس فرشته است، یعنی فلکسیبله، قابلیت اینو داره که بره اعلا الیین، بره بالای بالاها، میتونه دقیقا بیاد اسفل و سافلین، کار به جایی برسه که خدا بگه که اولائک کل انعام بل هم ازل، اینا از حیوانا هم بعضیشون هستن پایین ترن، یا نسبت برخی از حیوانات تو قرآن به بعضی بده مثل حمار، کلب، اینا رو چیزایی که خدا تو قرآن استفاده کرده، فوش هم داده خدا تو قرآن به بعضی. گفت میخوای ردیف کنم صد خودت باشی؟ دقت کن توی آدم بودن صد شدن یعنی چی؟ یعنی دقیقاً شبیه همون کلمات الله شدن. منتها شرط الهی چی بود؟ بله و بلا. آدم قرار بود برسه به بهشت، منتها شرط داشت. شرطش این بود که روی زمین دچار ابتلا بشه، دچار آزمایش بشه. حضرت آدم که جد خودمون بوده، همینطور ما هم همین سیستم رو داریم، این خودش دوست داریم سریع به یه چیزی برسیم، یواشکی برسیم، هوس کرد به اون مقام برسه بدون زحمت. این بود که وسوسه شد برسم به اون شجره. دقت کنه میوه و درخت و این بحثا چی چی میکنن. آیا به یه سیدی شما میگی برو شجره نامتو بیار، میره برات یه درخت میاره؟ شجره رو قرآن خودش گفته، میگه کلمه طیبه، دقت کنید، کلمه طیبه مثل شجره طیبه، شجره طیبه مثل کلمه طیبه. یعنی عزیز من این مثاله. اون شجره رو یهوی امیرالمومنین میاد معرفی میکنه، امام صادق معرفی میکنه، میشه یک نظریه برای اینکه ما بریم بررسی کنیم. امیرالمومنین میاد میفرما، میگه نحن هذه شجره، میگه ما بودیم اون مقامی که میخواست برسه بهش. بعد میری میبینه آقا رسول الله، بله، میگه بنا او بد الله بنا او رف الله، اصلا وسیله عبادت خدا فقط ما بودیم، طریقی که ما میگفتیم باید پرستیده میشدن. تو انجیل بارنابا این هستا، تو انجیل بارنابا خیلی جالبه، حضرت مکالمه حضرت عیساس اونجا نقل میشه که خلقت پیامبرمون میگه که پیش از آدم بوده در عالم ارواح آفریده شده و ارزش آدم این بود که میتواند بی نهایت به آنها چه شود؟ نزدیک شود. دو، اینجا رو دقت کنید، اون پنج نفری که بحث شده در موردشون قرار از طریق این به دنیا بیان.
تو ابلیس هم اینو فهمیده بود، ذریه آدمو دیده بود، وگرنه خود حضرت آدمو زد زمین بدن. ببین ابلیس آدم زرنگی بود، تونست، مشکل خود آدم نبود، اون چیزی بود که تو وجود آدم، اون استعداد نهفته شده در وجود آدم بود. ادامه ماجرا رو نگاه کنید، اینجا میشه یک اتفاق. اینه که دارم میگم مثلا این عدد پنج و اینا که اونا پنج تن بودن و پنج نفر بودن، اینا فکر نکنید یه بحث فقط مختص به کتاب شیعه، نه خیر. دلیل رو نگاه کنید، حضرت آدم از بهش رانده میشه، بینزش یه جای بد آب و هوا، شروع میکنه گریه کردن، 37 بقره شروع میکنه اشک ریختن، توبه کردن، هیچ فایده نداره. آدم هم بی تربیتی کرد، تنها راهش اینه چیه؟ بگه ببخشید. بچه صدی گریه کنه فایده نداره، میگه بگو ببخشید تا ببخشند، منتها ببخشید و بلد نبود. اینجا یه اتفاق میفته. این کتاب شریف آیه 37 میگه، ببخشید دوستان من چند تا سخنرانی داشتم، الان تقریبا 7-10 روزه دارم میچرخم از استان اردبیل، رفتم استان مرکزی، از اونجا اومدم استان لرستان، صدام واقعا بیشتر از این در نمیاد. خواهش میکنم ازتون که یه خورده بیشتر دقت کنید، من واقعا روی این موضوع این سخنرانی بسیار حساسیت دارم، چون میدونم بسیار مهمه اگر دقت بفهمید. بعد خدمت شما عرض بکنم، بذارید من اینجا رو نگه دارم برم اون طرف ماجرا حل کنم، بیام اینجا برسم به اون پنجی که می‌خواستم بگم. حالا ببین یه مثال، خدا گفت ببینید این من خدا، این بهشتم جاودانگی، اگر میخواد برسید این، این که مثلا طرف میخواد از چه میدونم از خرمات بره سمت مثلا تهران، خب میگه که ببین یک جاده درست حسابی هست، اون جاده اصلی اتوبانی که مثلا خط کشی شده و نمیدونم گارد گذاشتن و مثلا این بحثا، خب از اینجا میری میتونی برسی اونجا. گفت این میشه صراط مستقیم، از این راه با من سمت من بیای، یک دو قوانین راهنمای رانندگی رو باید چیکار بکنی؟ رعایت کنی. به این با این همچین مسئله وقتی پیش میاد، چهار حالت به وجود میاد. آدما و موجودات، چه جن چه انس، اونا که مختار بودن، چهار دسته شدن. ببین امروز میتونی بفهمی تو کدوم یکی از این دسته ها هستی. یک، از تهران مثلا اومد سمت خرم‌آباد، باید هم اومد سمت خرم‌آباد، اومد قوانین راهنمای رانندگی رو رعایت کرد. قوانین راهنمای رانندگی همون چیزی که با عنوان دین ما میشناسیم، اینجوری نماز بخون، اینجوری روزه بگی، دل نشکن، غیبت نکن، تهمت نزن، این بحثا، حق الله، حق الناس، حق النفس، این ستا رو باید رعایت بکنی. کمربند تو بند، سبقت غیر مجاز نگی، از 120 بیشتر نرو، این بحثا. آدم ها میشن چهار دسته. یک، اونایی که تو راه میان به سمت خرم‌آباد هم میان، اما چی کار میکنن؟ خوب رانندگی میکنن، اینا با کله میرن تو بهشت. این آیه قرآنه، خالدین فیها ابدا، تا ابد میرن تو بهشت. دو، مسیر رو درست تشخیص داده، خوب دقت کنید، خرم‌آباد داره میاد اما بد رانندگی میکنه، یه همچین کسی رو خدا چیکار میکنه؟ هی بین راه نگهش میداره، جریمش میکنه، ها کار به جای میرسه که مطلب به جای میرسه که بعضن طرف ماشینش هم دیگه میخوابونن، باید چند روز بمونه. این میشه که امام صادق میفرماد، میگه اگر فرداتون مثل امروزتون بود یا امروزتون مثل دیروزتون بود، خب ضرر کردید، باید هر روز پیش برید. با ماشین اومدی تو جاده، باید به هدف نزدیکتر بشید. حالا اینجا رو نگاه کنید، میگه اگر فرداتون از امروزتون بدتر بود، یعنی پس رفت کردی، اومدید آقا بچه نشسته پشت ماشین، ماشین برگردونده، ضرر کردی، اینجا عبارت خیلی وحشتناکه، میگه همان بهتر که بمیری، یعنی هر چه داری میری خطرناکتر و تو رو برای عذابی آماده میکن. اینا رو چی کار میکنن؟ اونا گفتن با کله بش. اینا که بد رانندگی کردن، بسته به میزان بد رانندگی کردنشون باشون برخورد میشه و جریمه میشه. از همین دنیا شروع میشه، گناه میکنه یا کاری انجام میده، خدا تو همین دنیا سرش میاد. اگر پاک شد، جریمه هاش صاف شد، رفت خلافی گرفت، صاف شد که شد، نشد لحظه مرگ باش حسابی میکنه، حساب کردنی داریم که مثل این که پنبه رو از خار مغیلان جدا کنن، اینجوری بعضی رو جون میکنن، بسیار سخت. پاک شد، جریمش صفر شد، شد نشد تو محشر تا روز قیامت توی جهنم میمونه، یک جهنم کوچیک از جهنم اصلی اونجا هست، اگرم خوب باشه توی بهشت کوچیک تا بهشت اصلی میمونه تا پاک بشه. اگر اونجا هم پاک نشه، اینا دیگه خیلی عرضه لو باشه نا، اگر اونجا هم پاک نشه، روز محشره چنان روزیست که مادر بچهشو فراموش میکنه. احادیث بسیار عجیب غریبی شیعه و سنی نقل کردن، نگه دارم میگم شیعه و سنی نقل کردن، پاک شد، شد نشد، خدا دیگه میفرستش جهنم.
تو جهنمم به اندازه‌ای که گناه کرده میسوزه میاد بیرون. تو این دنیا اگر درست شد نشد اون دنیا باش حساب میکنه. بعضیا فکر میکنن چون شیعن چون حب امیرالمومنین دارن از خبرات. عین عبارت روایت امیرالمومنینه. برخی از محبین ما هستن مسیر رو درست تشخیص دادن، داره میادن بد رانندگی میکنه. اینا دقت کنه 300,000 سال از عذابشون تو جهنم میگذره، خدا تازه به ما اجازه شفاعت میده. یعنی بعضی فیلم که من دیدم بعضی میگن آه یالا یه گریه ای کنی یا فلان، نخیر خبرو نیست. باید این آدم لایق شفاعت بشه، درست نکنه خودشو. اصلا غیر قانونی همچین کسی رو دوباره تو خیابون آوردن، کار خطرناکی. باید رانندگی رو یاد بگیری. 7 طبقه جهنم داریم. جهنم برعکسه، هرچی بالاتر بشه بهتره. یعنی اون هرچی تو درکات بره پایین‌تر بره سخت‌تر. مثلا ما تو بالاترین طبقه جهنم یعنی بهترینش تازه. 300,000 سال از عذابش میگذره، بعد میارنش این طرف. ببین عدالت وجود داره، یعنی اینجا شما ابدیت در دوزخ ندارید. حالا راننده دومو دقت کنید. به جای اینکه بیاد سمت غرب کشور، دقیقاً از تهران راه میره به سمت مشهد، میره سمت شرق کشور. اینجا باز دو حالت پیش میاد. یک، سمت مشهد داره میره اما خوب رانندگی میکنه، درست رانندگی میکنه، هدف رو بد تشخیص داده اما نماز میخونه، قرآن میخونه. به نظرتون فایده داره؟ رانندگی خوب این فرد داره او رو هر لحظه از هدف چی؟ باریکلا. این عبارت داره تو قرآن، همین کتاب خودش میگه. میگه و ننزل من القرآن ماهو و شفا و رحمت للمؤمنین. ما از این قرآن شفا و رحمت برای مؤمنان. مؤمنان کیان؟ اونایی که هم هدف رو درست تشخیص دادن، هم درست هم مثل آدم هم رانندگی میکنن. ببین اسلام آوردی کافی نیست. اعراب جاهلی اومدن پیش پیامبر گفتن اسلام آمنا، ما ایمان آوردیم. خدا آیه نازل کرد پیغمبر به اینا بگو دیگه نگید ایمان آوردیم، ما بگید اسلام آوردیم. یعنی کسی که هم هدف و تشخیص داده هم درست رانندگی میکنه. میگه و ننزل من القرآن ما هو شفا و رحمت للمؤمنین. ما این قرآن شفا و رحمت برای مؤمنین قرار دادیم. ولا یزید الظالمین، اونایی که راهو گم کردن گمراهن، ظالن اسمش روشه. خب اونایی که گمراهن ظلمن، از مسیر عدالت اومدن بیرون. ولا یزید الظالمین الا خسارا. همین قرآن صبح تا شب بخونن بدبختیشون بیشتر میکنه. یعنی هر چی قرآن و نماز بخونه بدبختر میشه. کسی از ابلیس بیشتر نماز خونده؟ روایات میگن که این ابلیس 6,000 سال عبادت کرد، یک سجده 4,000 ساله رفت. یک مکالمه خیلی جالبم بین خدا و ابلیس نقل شده. ابلیس برگشت به خدا چیکار گفت؟ خدایا بی خیال این سجده 10 ثانیه ایشو، مثلا همین سجده 10 ثانیه رو بی خیالشو، یه جوری عبادتت کنم که موجودی تو رو اینطور عبادت نکرده باشه. پاسخ خدا بسیار جالب تره. خدا فرمود انما انا اورید، به راستی من میخوام ان اعبد که پرستیده بشم، من حیث اورید لا من حیث تورید، اونجوری که خودم دوست دارم دوست دارم عبادت بشم، نه اینکه تو برای من تعیین میکنی. من دارم میگم آقا هدف مسافرت سمت خرم‌آباده، شما با چه حقی میای به این سمت؟ اجازه نداری به این سمت بیای. حالا صدی بگو آقا به خدا من خوب رانندگی کردم فلان، هیچ فایده ای نداره. اینا تو قرآن با عنوان ضالین و گمراهان ازشون یاد میشه. دسته چهارم کسانی که بعدم میرن هدف و اشتباه انتخاب میکنن، بعدم رانندگی میکنن. فلذا قرآن توی اصل ماجرا میاد لو میده اینا. تو سوره یاسین میگه الم عهد الیکم یا بنی آدم لا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. آی آدما، بنی آدم، مگه من با شما عهد نکردم تو صراط مستقیم برید، تو مسیر درست برید؟ بیرون اونجا باشید شیطان و تعبد شیطانه. ولو درست رانندگی کنید، ولو صبح تا شب نماز بخونید، 2 قرون نمیاد از نماز خوندن بعضی‌ها. بهتون بگم بعضی ها نماز خوندنشون وسیله میشه که بهتر تو آتیش بسوزن، چون دارن دور میشن. الان نگاه کن این وهابی که میاد سر میبره، سر یک مسلمان میبره، آیه قرآن میخونه، قشنگ آیه قرآن میخونه، تکبیر میگه، دعا میکنه. اللهم انا، عبارتشون رو گوش کنین، میگه اللهم ارفع کلمت لا اله الا الله
میگه خدای بالا ببر کلمه لا اله الا الله به طوری به نحر هذا العبد المشرك الرافضی، با بریدن سر این مشرک رافضی. رافضی نشیه، میگه من سر ببرم که به تو نزدیک بشم. این چه جور؟ خب چه فرقی بین تو ابلیس؟ ابلیس هم میگفت من مشرک نیستم، به غیر تو سجده نمیکنم. عین القضات همدانی تو شطحیاتی که داشته میگه که ابلیس امام الموحدین بوده، امام الموحدین بوده. چرا؟ خدا گفت به غیر من سجده کن، گفت خدای من به غیر تو به هیچ کی سجده نمیکنم. خب اینا هم که دم از توحید میزنن که این میشه که آقا رسول الله فرمود، حدیث با سند صحیح در منابع برادران اهل سنتون فرمود که در نجد مردمی میان شاخ شیطان از اونجا طلوع میکنه، نجد عربستان حجاز، فرمود شاخ شیطان از اونجا طلوع میکنه، کسایی که سرشون رو تراشیدن ریشای بلند دارن و قرآن از گلوشون بالا نمیره، فقط قلقل میکنن، یعنی به عقلشون نمیرسه. خب این عبارت ها رو زینی دهلان مفتی اعظم اهل سنت مکه ببین میگفت در رد وهابیت همین یک حدیث از پیامبر کافی است برامون، که دقیقاً مدل موی اینها و مدل آرایش اینها و همین سیستمی که اینها دارن. پس این ماجرا خدا تعیین. حالا حضرت آدمو بگم، آدم اومده رو زمین گریه میکنه اما ببخشید گفتن بلد نیست. سوره بقره آیه 37 اینو توضیح میده. چی میفرماد؟ میگه فتلقا آدم من ربه کلمات، میگه همون کلمات الله رو یاد آدم انداختیم. دقت کردید؟ نمیگه آدم یاد گرفت، نمیگه تعلیم، میگه القاء، برخورد مجدد رو میگن القاء، برخورد کردن. میگه یک بار دیگه رجوعش دادیم به اون کلمات الله. میگه تا اونا رو گفت فتاب علیه انه هو التواب الرحیم، حالا بخشیده میشه، حالا بخشید میشین. این آیه قرآنه. خب از کجا تو میگی کلمات الله یعنی پنج تن؟ اگر از کتاب شیعه بیارم که داری مفصل مستند بر شیعیانه، اما برای اینکه برادران اهل سنتون و خواهران بزرگوار اهل سنتون بتونن استفاده کنه از منابع اهل سنت هم میارم. مستدرک حاکم نیشابوری که دیگه مستدرک حاکم نیشابوری اومد مستدرک نوشت بر صحیحین، صحیح بخاری و صحیح مسلم که دیگه صحیح ترین کتب برادران اهل سنتونه، بهش میگن صحیحین، یعنی اینا حتما صحیح 100% صحیح میدونن. مستدرک حاکم نیشابوری، دورالمنصور جلال الدین سیوطی، ذیل همین آیه برید ببینید، کنز الامال متقی هندی، اینها میگن این فتلقا آدم من ربه کلمات، کلمات الله به آدم یاد دادیم، آدم اینو گفت. یا حمید به حق محمد، یا علی به حق علی، یا فاطر به حق فاطمه، یا محسن به حق الحسن، یا قدیم الاحسان به حق الحسین. تو منابع شیعی این حدیث یه بخش اضافه هم داره که چی میگه؟ وقتی گفت قدیم الاحسان به حق الحسین گریهش گرفت، گفت چرا این بغض به در آمد؟ که میگن حضرت جبرئیل ماجرا رو نقل کرد که این اتفاق قراره بیفته. ماجرای امام حسین هم تو کتابای قبلی بوده عزیزم. من دو تا سند فقط برای شما میگم، یک کتاب نبوئیت حیلت که این کتاب الحمدلله ما داریم، کتابی است که 70 سال قبل از به دنیا آمدن پیامبر نوشته شده، مال یک پیامبر یهودیه به اسم نخمان بن بنهاس. ایشون تو حرف قاف حروف الفوای عبری رو 5 مرتبه، 22 تا حرف داره حروف الفوای عبری، 5 تا 22 تا میشه 110 تا، که همین 110 هم داستان داره. چرا این 110 اینقدر مقدسه؟ چرا کلمه لا اله الا هو ابجدش میشه 110، علی میشه 110؟ اینا داستان ها و نکاتی داره که اینا وارد بحث تفسیری ابجدی قرآن میشه، اونا رو میذارم کنار که داریم تو قرآن لا اله الا. یه مثالش رو فقط براتون بگم که کیف بکنید. خدا به پیامبر میگه اینا اذیتت میکنن، ها، وحجرهم حجرا جمیلا، قهر کن یه قهر خوشگلی. آخه بعضی قهر میکنن و فوش میدن به طرف، میگه قهر کن که اصلا جواب طرف اصلا که آدمی جوابشو نمیدی. وحجرهم حجرا جمیلا، اینجا نگاه کن، لا اله الا هو فاتخذه وکیلا، یک لا اله الا هو، نیست خدای به غیر از خدا یکتا، فاتخذه، بگیر او را چی؟ وکیل خودت، خدا رو داری. یه جا دیگه هم یه چیز دیگه داره، میگه لا اله الا هو علی و تخذه، علی رو وکیل خودت بذار، یعنی همیه. و جالبه تو عشیره اقربین تنها کسی که به پیامبر ایمان آورد کی بود؟ فقط امیرالمومنین تو 13 سالگی بود. خب اینا نکاتیست عزیز من. این که عدد حمسا با یکی از نمادهای اصلی یهودیته، یک دستیست که دو تا شست داره، در اینکه با کف العباس اشتباه نگیرید، دو تا شست داره، بهش میگن حمسا، از همون خمس گرفته شده. اینها هستی رو در حمسا خلاصه میکنن. یعنی چی؟
حرفه حرف پنجم زبان عبریست. برای چی میگه وقتی ابراهیم از اون آزمون سربریدن بچهش بیرون اومد خدا گفت نام تو پس از این ابرام نباشد بلکه ابراهام خواهد بود، یعنی به تو یه هه دادیم، و همسرت سار نخواهد بود بلکه ساره خواهد بود، یعنی بهش هه دادیم، یعنی پنجتا رو دادیم. دقت بکنید، برم تو کتاب نبوید حیله، تو کتاب نبوید حیله تو حرف قاف ببین چی میگه. 70 سال قبل از به دنیا آمدن پیامبر این کتاب حداقل دو تا خاخام یهودی رو تو جمهوری اسلامی خودمون نه که قبل بعد انقلاب باشه، قبل از انقلاب توی ایران شیعه کرد و دو تا کتاب نوشتن. اولی نوشت اقامت الشهود فی رد الیهود، دومی نوشت محضر الشهود فی رد الیهود. حاج بابای قزوینی نویسنده کتاب، خاخام یهودی شیعه شده. دو تا تو حرف قاف میگه قفاسیا سری از پشت سر بریده خواهد شد، در کنار رود فرات و ناموس بهترین خلق را ببینی که از میان خلیمه های رنگارنگ بیرون می کشند و در مقابل چشم حرامزادگان قرار می دهند. استخوان هایی که در زیر سم اسب ها شکسته خواهد شد. یعنی پیشگویی الهی نسبت به این مسئله. اینا امام حسین می شناختن. تو انجیل متی باب 3 آیه 12، من کاغذ مقدم سرم دستم نیست دیگه، اینا دارم از حفظیاتم رجوع میکنم، لپتاپم جا گذاشتیم بریم، وگرنه من اینا رو دونه دونه نشون میدادم بهتون، صفحه‌شو بهتون نشون میدادم، حالا دارم آدرس میدم برید. انجیل متی باب 3 آیه 11 و 12 میگه حضرت یحیی، حضرت یحیی تو پیغمبرا شبیه کدوم امام ماست؟ باری کلا سرشو میبرن تو تشت طلا میذارن پیش حاکم زمان میبرن. خوب دقت کن، تو سوره مریم هم یاد شده ازش، سوره مریم ماجرای داستان حضرت زکریاست دیگه. چی میگه؟ میگه کاف ها یا عین صاد. حدیث داریم دوتا، کاف ها یا عین صاد یعنی کربلا، هلاکت العتره، کاف ها یا یزید، عین آتش، صاد صبر. و حضرت زکریا اون را ارتباطی گرفت و محراب برقرار کرد، به کلمات الله متوسل شد، این حضرت آدم. وقتی متوسل شد به کلمات الله گفت من یکی به عاشق امام حسین شد، گفت میخوام یه پسر مثل او به هم بدی، این او شهید بشه من بتونم مصیبت او رو درک بکنم، که با رسول الله یه خورده چطور بگم همزاد پنداری کرده باشم. دقت بفرمایید، لقد عظم مصابی بکمی که تو زیارت عاشورا میگه، فکر علکیه که میگه اون مصیبت عظیم رو من درک بکنم. خدا یحیی رو بهش داد، یه نکته بسیار جالب داره، میگه یحیی تأکید میکنم قبلا این اسمو به هیچ کس ندادم، زکریاها اسم پسرت بذار یحیی، من قبل سامی یا، میگه قبلا این اسمو به هیچ کس ندادم. ابا یحیی و حسین اشتراکشون در حرف حیه، حیه تو خود همین سوره مریم باز دوباره شروعش میگه حیا، تو آیاتش داره حیا میگه، این زندگی هن. عزیزم این همان است که در تورات با عنوان درخت حیات و شجره حیات ازش یاد شده. شاهکار این ماجرا که بعد این که آقای موریس الوین که ایشون شیعه شد، یهودی بود شیعه شد، مستقیم مسلمان نشد، بعد به تغییر صاف اومد شیعه شد، ایشون تو اون کتاب در مورد شجره حیات بحث میکنه، یه ایرادی داره در اسم شجره حیات، توی عبری میشه اس حخی، درخت حیات. خ تو زبان عبری هم ه عربی هم که عربی، نگاه کن ملکوت رو میگن ملخوت، ملک رو میگن ملخ یعنی پادشاه، خب ملک ملخ، اینو دارن که و خ به هم زیاد تبدیل میشه، این طرف برکت میگن برخت، این طرف ه به خم زیاد تبدیل میشه، مثلا ه جیمی رو خ تلفظ میکنم، ببین اس عین صاد ها هستر خ میشه چی؟ که معادلش یا هم که سر جای خودشه. این دقیقا معادلش کدوم پنج حرفه؟ پنج حرف شروع سوره چی؟ مریم، حروف مقطعش کاف ها یا عین صاد، درخت حیاتو داره به عبری میگه. اینو من نگفتم ها، گفتم این نویسنده یهودی که شیعه شده آورده، منتها یه جا اشتباه میکنه، صاد رو صادق میگیره، میدونید دیگه تمام اسم 12 امام از تو همین حروف بیرون میکشه، میگه به تمام این 12 نفر وعده داده شده بود، منتها همکیشان من و خاخام های ما نمیخوان قبول بکنه. اسحاخی درخت حیات، میبینید حسین یحیی تو حی با هم مشترکن، و دقیقاً حضرت یحیی سرش بریده میشه تو تشت طلا میذارن و این ماجرا.
اینجوری بود که تمام پیامبران الهی با افتخار به این پنج نام متوسل میشدن و وسیله ابتلا بود. آقا کسایی که زیارت جامعه کبیر خوندید، همین چند پریروز بود شهادت امام هادی، دیروز بود پریروز بود شهادت امام. اونجا چی میگه؟ درخت حیات رو دقت کنید، میگه شما وسیله ابتلای مردمید، یعنی با خط کش شما مردم سنجیده میشن. اون نمره 20 شمایی که بر مبنای شما بررسی میشه، کی 18 کی 19 کی 19 75 کی 0، شما وسیله ابتلا هستید. بله رو گفتیم، ابتلا مونده. یه پیغمبر دیگه هم تو قرآن بگم بیام تو ذریه، پیامبر دیگه حضرت ابراهیم، بقره 124. حالا من اینو حفظم، من آیاشو میگم هر کی دوست داره میتونه به رجوع کنه. در بقره 124 چه مطلبی نقل میشه؟ خوب دقت کنید، حضرت ابراهیم زمانی که داره این آیه داره بحث میشه 99 سال سن داره. 13 سال اسماعیل به دنیا اومده، تو 86 سالگیش اسماعیل به دنیا اومده، قبلش هیچ بچه‌ای نداشته، یه تک پسر داره، هیچ بچه دیگه هم نداره. اسحاق هم سال بعد قراره به دنیا بیاد، هنوز خدا وعده به دنیا آمدن اسحاق هم بهش نداده. ببین خیلی سخته. چه پیامبری بوده حضرت ابراهیم، چقدر این پیامبر موحد بوده. خدا شد، حالا نیاز به قسم خوردن من ندارم، اما اثبات میکنم حضرت ابراهیم خدا بهش بچه نداد، هیچ بچه. پیر شد، 86 سالش شد، همسرش دیگه نمیتونست بچه بدونه بره، سارا. اینا همش تو تورات هست. خدا گفت برو با اون کنیز سارا ازدواج کن، هاجر. میگن خود سارا پیشنهاد کرد. بعد چی شد؟ در پیری حضرت ابراهیم حضرت اسماعیل رو چی؟ خدا بهش میده. به محض اینکه بچه به دنیا میاد، سارا حسادت میکنه به حووی خودش، میگه این خونه بنداز بیرون. خدا میگه بله، به حرفش گوش بده، اینا رو وردار جایی که من بهت میگم ببر بندازشون. کجا؟ تورات میگه فارانه، این عبارت فارانه. میگه آورد وسط مکه اینا رو انداخت. اون موقع مکه مکه نبود، برهوت محض، هیچ جنبنده اونجا نبود. ببین خیلی سخت، و بعد 86 سال سن بچه دار بشی، بعد خدا بگه پسر تو باید با خانواده با زنت ببر بنداز توی بیا بود. انداخت به خدا، انقلت نیاورد که خدا اینجا کجاست. گفت چشم. گفت برگرد. گفت چشم. برگشت. بعضی میگن اومده سر زده و برخی میگن تا اون موقع هم بهشون سر نزد. بعد اون ماجرای چشمه زمزم پیش میاد که به زبان عبرانیه، به زبان حتی ریشای سوری آرامیه، زم به زبان سوری آرامی یعنی بیست، زمزم یعنی بیست بیست. وقتی حضرت اسماعیل پاشو به زمین زد، چشم جوشید، گفت بیست بیست، ترسید، اسم اون چشمه شد. این آب باعث شد که یه سری پرنده ها بیان بالا، قافله های از اونجا داشتن رد میشن، یه سری پرنده اونجا هستن، گفتن لابد آبه، اومدن اونجا مستقر شدن، شد مکه. اسم دیگه بکه، بکا، به بکت مبارکه، میگه اون بکه مبارک. گفت بر اونجا. حالا حضرت ابراهیم 13 سال دیگه میگذره، خدا بهش میگه برو به پسر سر بزن، به خانواده. با چه شوقی اومدید، پسرش رشید شده، بزرگ شده، خوشحال شد. تا در آغوش گرفتش، دستور بعدی آمد، گفت او رو سر ببر. خیلی کار سخت شد. اینجا اسماعیل رو نگاه کن، حضرت ابراهیم گفت خدا همچین چیزی رو از من خواسته. حضرت اسماعیل گفت ای پدر، دست و پای منو ببند، هیچ ایرادی نداره، چشمام هم ببند، سر ببر، چشمام ببند برای اینکه چش تو چشت نشم، دستت نلرز جلو فرمان خدا، دست و پامو ببند که من دست و پا بزنم موقع سر بریدن دیگه دست خودم نیست. ممکنه چی؟ تو یه لحظه دلت بشکن و مهر پدریت خیلی سخته. طرف میبینی بعد 20 سال بچه دار میشه، اصلا بچهش دیگه خودش جدا نمیکنه بعد این همه سال. حالا اینجا رو دقت کنه، خدا چی میگه؟ آیش اینه، و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات، ابراهیم رو ما آزمایش کردیم، مبتلا کردیم، دوچار بلا کردیم، باز با همون کلمات. آه اینجا چه ربطی به اهل بیت داره؟ بگوش کن، اهل بیت پنج تن قرار است کی به دنیا بیان؟ باریکلا. اسماعیل ازدواج نکرده، بچه ای هم نداره که بگی اگه من اینو سر بریدم، بچه دیگه ای هم نداره حضرت ابراهیم بگه از پسر دیگه هم میخوای بهم بدی. گفت برو سر ببر. یعنی آزمون سخت حضرت ابراهیم فقط سر بریدن بچه نبوده و فرزند در راه خدا تقدیم کردن نبوده، کما اینکه
200-300 هزار تا مادر شهید تو کشور خودمون پسراشون در راه خدا تقدیم کردن. سختی این بود، از یه طرف گفت ای ابراهیم، این آیه داره تو تورات، حضرت ابراهیم گفت من میخوام اولادمو کثیر کنی، امامتو خواست، اون 5 تا رو تو ذریه‌اش خواست، گفت این 5 تا رو اون کلمات الله که میاد من دوست دارم اینا بچه من باشن، ذریه‌اش خواست. اینه که این جلسه رو براتون گذاشتن، راز ذریه و داستان ذریه. اینا رو الان قرآنی هم بهتون اثبات میکنم، تو الانم که بحثم قرآنی بوده. خوب دقت کنید، اینجا حضرت ابراهیم دستش لرزید، گفت خدایا من اگه اینو سر ببرم پس اون 5 تن چی؟ گفت بهت میگم سر ببر. گفت چشم، چون تو میگی. اومد چاقو رو گذاشت، بگید نبرید، الله اکبر از این آیه‌ای که در جای دیگه قرآن اومده به این اشاره، سر بریده نشد. و خدا فرمود و فدیناه به ذبح عظیم، اسماعیل فدا شد، کنار میره به خاطر که ذبح عظیم تو راهه، یه ذبح عظیم قراره بیا سر او بریده خواهد شد. اینجا خنجر نمیبره، اونجا خنجرم نمیبره، اونجا هم خنجر نمیبره، چی کار میکنه؟ از پشت سر برید. من یه نکته بگم، به قول مدها میگم باید حق مطلب ادا بشه، یه نکته بگم تو ذهنتون بمونه، اینا وقتی سر از پشت سر بریده میشه دستگاه عصبی توی مغز کار میکنه. خب توی مغز، تا موقع که مغز خون داره اکسیژن داره چشمه میبینه. از 7 ثانیه به بالا نقل کردن که چشمه کماکان با اینکه سر بریده شده میبینه. خب اینا خیلی بیشرف بودن، سری از پشت سر بریده خواهد شد تو حرف قاف. انجیل متی، حضرت یحیاش هم میگم یادم رفت، انجیل متی باب 3 آیه 12 هم اینو میگه، میگه که انا معمد لکن بمیا، این عباراتی که دارم میگم دقیقاً کلام حضرت یحیاست. عیسی مسیح و یحیی و اون پیغمبر اونجا انگلیسی حرف نمی زدن، فارسی هم حرف نمی زدن، به زبان آرامی حرف می زدن. انجیلش هم هست، انجیل پشیتا، پتیشا هم بعضن میگن، پشیتا انجیلشه. این اینکه ما قرآن فارسیشو بریم بخونیم، انگلیسیشو بخونیم، به درد نمیخوره اونجوری درست حسابی، بعد اصلشو خونده بشه، عربیشو باید بفهمیم. حضرت عیسی که فارسی و انگلیسی حرف نمیزده، یونانی حرف نمیزده. مل گیبسون فیلم مصائب مسیح و ساخت به زبان آرامی ساخت. برید اون فیلمو یه بار نگاه کنید، میبینید اون زیرنویس که وقتی داره میکنه مثلا تو، حضرت عیسی داره میگه اتا، یعنی انت، وقتی زیرنویس میکنه گاد خدا، حضرت عیسی داره میگه الله، والله بالله حضرت عیسی میگفته الله، اسمش آخه اللهه، متوجه شدید؟ اسم خدا اللهه. اینا اومدن ترجمه کردن، اینم دو سه تا سند، میگه انا معمد لکن انا بمیا، من شما را به آب تعمید خواهم داد، غسل تعمید، لتیبوتا، برای اینکه توبه کنید. خب برای اینکه توبه کنید من با آب شما را تعمید میدهم. حالا چون از رو نمیخونم، الان دارم به حافظم رجوع میکنم، ممکنه که دو کلمه این ورون ور بگم، اما سورسشو بهتون دادم. میگه که کسی میاد دپتری بعد از من، هو او معمد لکن، اینجا او شما رو تعمید خواهد داد. حالا وقتی میخواد بیاد، یه تو انجیل نوشتن او از من محکمتر است، او از من تواناتر است. این توانا یک اسمه، برید ببینید توی انجیل چی نوشته، این عبارت اینه، آتا یعنی میآید، آتا حسین، حسین میآید، هو منی، او از من است، هو معمد لکن بمیا، او به نورا، به روح قدوشا و به نورا، او با روح مقدس و با به نورا شما را تعمید خواهد داد. خب اینا عبارات واضح و آشکار همین الانه، نه که تحریف شده آی گیر نمیاد. برگردم سر ماجرا حضرت ابراهیم، آیه بعدشو که میخونه آدم مات میمونه. ببین چی میگه، و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات، خدا ابراهیم را باز با همون 5 تن آزمود، با اون کلمات الله آزمود، فاتمهن، وقتی سربلند بیرون آمد، ببین چی خدا به ابراهیم میگه، قال انی جاعلک للناس اماما، ای ابراهیم برای مردم چی شدی؟ بگید. این اون مقام امامتی که شیعه بهش اشاره میکنه، مقام امامت از پیامبری چیه؟ بگید. بسیار بالاتره. برخی از پیامبران امام هم شدن، مثل حضرت ابراهیم که قرآن اشاره میکنه، مثل آقا رسول الله. ما تو دعای توسلمون به امام، به حضرت رسول صفت امام میدیم، لقب امام میدیم، میگیم امام الرحمه، یه امام امام صادق، یه امام امام کاظم، یه امام امام تقی، امام نقی، امام مهدی، یکم میگیم امام الرحمه. اینجا رو دقت کنید، نکته رو،
این چه مقامی است که ابراهیم دارد؟ قبلش اولوالعزم بوده، جزء 5 تا بوده، خلیل الله بوده، تو 40 سالگی ابراهیم به خلیل الله میرسه. این چه مقامی است که بعد از این آزمایش و نتیجه این آزمایش خدا میگه انی جاعلک للناس اماما، گفت تو امام شدی. اما دغدغه حضرت ابراهیم یه چیز دیگه است. چی گفت؟ قال و من ذریتی، اماما تو ذریم هستن یا نه؟ قال و من ذریتی، تو ذریم هستن. جواب داد قال لا ینال عهدی الظالمین، ای ابراهیم امامت عهد من است که به ظالما بگید نمیرسه. از این دو تا برداشت شد. یک، پس تو ذریه حضرت ابراهیم آدمای ظالم بگید خواهند بود. دو، اون بخشی از ذریه حضرت ابراهیم امامت خواهد رسید که اهل ظلم نیست، هیچ گونه ظلم. این سخنرانی منو بعداً یک بار دیگه ما میذاریم اینو تو سایت، من خودم دارم ضبط میکنم تو سایت مساف میذارم، یک بار دیگه حتما بشینید گوش کنید این آیه هایی که میگم بگید پیدا کنید، چون مطالب همش جدیده، دارید به قولی طرف بمباران اطلاعاتی میشید و خیلی از بحثا دینی و عربی و اینجاست شاید تو ذهنتون نمونه. قال انی جاعلک که قال و منظوری قال لا ینال عهد الظالمین، پس امامت عهد به ظالما نمیرسه، یعنی تو ذریه تو هم آدم ظالم هست هم خوب که امام میشه و اینا ظلم نباید انجام بدن. 3 نوع ظلم داریم: ظلم به نفس خدا، ظلم به ناس در حق شما، ظلم به خدا. کسی که هیچ گونه این ظلما رو انجام نمیده چیه؟ معصومه. این اون مقامه. آیا این آیه تو تورات داره؟ قابل توجه شما عزیزان، بله این هم آیه داره. نگاه کنید یول اشمائیل، اینه که دارم میگم عبریه، درباره اسماعیل، کتاب پیدایش جنسیس باب 17 آیه 20. همین الان تو همین الان هست، تو ترجمه فارسی هم هست، فقط یک کلمه‌شو ترجمه نکردن. چونم بهتون میگم یول اشمائیل سمعتخا، درباره اسماعیل تو را شنیدم. چیز از من می‌خواستی؟ اصلا اسماعیل یعنی چی؟ اسماعیل خدا شنید، اضحکیل خدا خندید، اسحاق خب از اضحک از حق میاد یعنی خندیدن. خب میگه اسماعیل، خدا ابراهیم رو در مورد اسماعیل شنید، حاجتش برآورده کرد. میگه یول اشمائیل، به سه میگن شه، یول اشمائیل سمعتخا، تو را شنیدم، هنه برختی، برکتم را به او آته، فقط به او خواهم داد. تمام آته ها رو ورداشتن جلوش، ترجمه نکنه خط تیره گذاشتن. خب شما ببینید تو سایت بایبل هوب، توی اونجا آیه رو براتون میاره، ترجمه انگلیسی میاره، فونوتیکش هم میاره براتون که بتونید ببینید چیه این عبریه، چی تلفظ میشه. انگار که ما مثلا لقد، یه نفر بگه لقد یعنی همانا، جلوش هم مثل L-A-G-H اینطوری هم بنویسیم. خب من در مورد اسماعیل تو را شنیدم، ایرک او را برکت داد، بارور گردانم، وعده داد، دقت کنید، او را بسیار کثیرش میکنم. اینجا رو نگاه کن، به میاد میاد و شانم اشار نشیم، به واسطه محمد و شانم اشار نشیم و 12 ناسی که پس از او میان. ناسی یعنی چی؟ ناسی ایم، همین اول جلسه گفتم ایم حرف چیه؟ جمعه. میگه و 12 ثانی اشار، همین الان داریم 12 ناسی. ناسی مقامی بالاتر از ناویست. ناوی در زبان عبری یعنی نبی، ناوی، نبی تبدیل شده به ناوی، میگه پیغمبر. میگه یک مقامی داریم از پیامبری هم بالاتره، حواستون به من باشه، از پیامبری هم بالاتره، اون ناسیه. فرقش چیه؟ به من نفس نکشیدم، خدا شده از اول جلسه هم یه تک دارم صحبت میکنم، برای اینکه موضوع برام ارزشمنده، شما هم برام ارزشمندید، بخوام مطلبو درست براتون انتقال بدم. بعضی سخنرانا دیدی که اصلا مهم نیست براشون، آقا بیاد میخواد گوش کنه گوش نکنه، چون اینجا صحبت اهل بیتمونه، صحبت هدف آفرینشمونه، صحبت یک نگیری ممکنه خدای نکرده طرف نماز درست حسابم بخونم و جهنمی بشه. اینجا رو دقت کنید، میگه ناسیان اینا. ناسی با ناوی فرقش تو اینه، ناوی میبینی کجا تو فیلم ها نشون دادن؟ تو فیلم آواتار اون شخصیت ها اسمشون ناوی بودن، یعنی موجودات آبی رنگ که معادل جنیان هستن. خیلی قشنگ تو زبان کابالا میگه، میگه پیغمبر ما این جنیان. اینا عجیب، درخت حیات رو نمیبینی تو این فیلم، همه اتفاقات تو فیلم آواتار دور اون درخت میچرد، همین شجره طیبه، همین درخت حیات اصلی که درخت شجره اهل بیته. خوب نگاه کن، ناوی یعنی پیغمبری که بر قوم خودش فرستاده میشه، نبع میاره، خبر میاره از نبع، نبع، نبع یعنی خبر. دقت کنید، ناسی کسی است که بر کل ناس حاکم میشه،
یعنی مقامش از پیامبر چیه؟ بیشتره. چرا؟ چون پیغمبر فقط برای قوم خودش میاد. میگه فلان پیغمبر رو فرستادیم الا قومه، به قومش. اما اینجا به حضرت ابراهیم تو 99 سالگی رتبه جدید داد، مقام جدید داد، چی بهش گفت؟ امنی جاعلک لن ناس اماما، گفت تو امام همه انسان ها شدی. یعنی چی؟ خلیفت الله علی الارض شدی، همان مقامی رسیدی که آدم میخواست برسه. منتها آدم میخواست، حضرت آدم میخواست یهوی یواشکی برسه، حضرت ابراهیم اومد تا 99 سالگی هم آزمایش داد. هر که در این بعض مقربتر است جام بلا بیشترش میدن، دچار آزمایش میشه، چون خدا میدونه این آدم ارزش داره، میتونه برسه. حضرت ابراهیم بر ناس حاکم شد. دقت کنید، میگه اون 12 نفرم همون مقامو دارن. ناسیم الان تو اسرائیل به رئیس جمهور میگن ناسی، همین الان تو اسرائیل به رئیس جمهور میگن ناسی، چون میگم مهم نیست کی بهش رأی داده کی رأی نداده، الان او بر کل مردم حاکمه. مهم نیست قبولش داری امامو یا قبول نداری، او واسطه فیض الهی بر شماست. تمام هدف هستی و خلقت سر اینه که تو چقدر به اون امام نزدیک و شبیه بشی. این میشه که شیعه و سنی تو کتاباشون دارن، خوب دقت کنید، شیعه و سنی تو کتاباشون دارن با سند صحیح، برادران اهل سنت هم تو صحیح مسلم دارن، تو مستدرک هستش، تو مسند احمد ابن حنبله، میگه که من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتا جاهلیه، هر کس بمیرد بدون فهم و شناخت امام زمانش قطعا به جاهلیت مرده، چون بیرون صراط مستقیمه. نمازم بخونه دو قرون نمیارزه، معلوم نیست کجا داره میره، خوب رانندگی میکنه که درک اهمیتی نداره کجا داره میره. با گفتم شیعه و سنی، یعنی همین الان کل مسلمان ها باید خودشون بپرسن آقا ما کجا داریم میریم. پیامبر فرمود بعد از من از تهران که میخوام برم به سمت خرم آباد، اینجا امروزیش میکنم حدیثو مثال میزنم، 73 جاده درست میکنم امتم، پس از من امتم به 73 فرقه تقسیم. فقط یک راه به سمت خرم آباد میاد، بقیه 72 تای دیگه جهنم. ولو نماز بخونه، اینم با سند صحیح شیعه و سنی آوردن، تأکید میکنم با سند صحیح، کسی یعنی حرف نزنه. پس از من امتم به 73 فرقه تقسیم خواهند شد، فقط یکی فرقه ناجیست، یکی بهش میره، میگه همه جهنمی هستن. اصل ماجرایی که امروز یهود، برم تو این بحثایی که در مورد فراماسونی قدیمتر ها مطلب مطرح میکردم بدون ریشش کجاست، اصل بحثی که یهود مطرح میکرد این بود عزیزم، میگفت من به اون مقامی که بالاتر از پیغمبریه میخوام برسم، منتها بدون این راهی که خدا میگه، اونجوری که چی؟ خودم میگم. ببینید حضرت خضر، دقت کنید چه مقامی داره که حضرت موسی مثل یه بچه است کنارش. موسی کلیم الله، موسی 5 تا پیغمبر اصلی اولوالعزم خداست. سوره کهف، بابا مسلمان دیگه شیعه سنی نداره که، این سوره کهف میگه موسی کنار خضر بود، مردود شد تو آزمایش های خضر. یعنی حضرت موسی به امامت نرسید، متوجه شد چی شد؟ به امامت نرسید موسی. موسی چون نتونست آزمایش های الهی رو پس بده، نتونست صبر داشته باشه در مقابل کارهایی که حضرت خضر میکرد. بعد آقا رسول الله این چی میگه؟ میگه موسی اگر صبر میکرد قرار بود چیزایی ببینه از حضرت خضر. این که یک کشتی سوراخ کنی، یه دیوار بسازی، یه بچه رو خفه بکنی، این که چیزی نیستش، که قرار بود چیزایی ببینه. این میشه عزیزم امامت اصل بحث بود. اینا گفتن ما به امامت میرسیم منتها بدون تعبد خدا، از راه در رو دو در باز بودن. اینجا رو نگاه بکنید، خدا به حضرت ابراهیم وعده داد آن کسرتی که قول دادم، اینجا شاهکار ماجراست، آن کسرتی که به شما قول دادم و گفتم ذریت همه زمین رو میگیره، در نسل 33 تو اتفاق میفته. تقدس عدد 33 برای همینه تو کابالا، در نسل 33 تو. مسیحی ها میگن حضرت مسیح به صلیب کشیده شده، وقتی برمیگرده چند سالشه؟ 33 سال. یهودی ها عدد 33 برایشون چیه؟ مقدسه. بشمرید، برید بزنید نسب نامه پیامبر، از حضرت ابراهیم، ابراهیم، اسماعیل، قیدار، همینطوری بشمرید، 32 نسلش میشه آقا رسول الله، 33 میشه کی؟ فرزند رسول الله کیه؟ انا اعتیناک
کثرت در وجود توه. قرآن اینا اشاره کرده به خدا قسم، سوره نور آیه نور میگه اون شجره‌ای که ما روز اول گفتیم همینان، شجره زیتونه، لا شرقیه ولا غربیه. دقت کنید این شجره نه یهودیه نه نصرانی. از کجا فهمیدی لا شرقیه ولا غربیه نصرانیه؟ هم قرآنی برای دلیل میارم هم روایی. یک روایت میگه لا یهودیه ولا نصرانیه، این یک. قرآنی چی میگه؟ دیگه حضرت مریم میخواست عیسی رو به دنیا بیاد، رفت به مکان شرقیه. در مورد حضرت موسی میگه ای پیامبر تو آنجا نبودی که در مکان غربی کوه طور ما وحی رو بر موسی فرستادیم. غربی میشه موسی یهودیت، شرقی میشه عیسی نصرانیت و مسیحیت. میگه شجره زیتونه که لا شرقیه ولا غربیه، نه یهودیه نه نصرانیه. این شجره دقت کنی ولو لم تمسسته النار، روی این شجره آتش اثر، حضرت ابراهیم انداختن تو آتش سوخت، آتش به خانه حضرت زهرا زدن. همه چیز در مورد حضرت زهرا نقل شده جز چی؟ سوختن بدن. حضرت امام صادق خونش رو آتش زدن، پادشاهان عباسی. امام صادق با عبا و قبا و لباس عربی توی آتش جلو چششون را میرفت. همین آیه رو میخون. حالا تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها چجوریه؟ 33 مرتبه، 33 مرتبه، اون یکم چی؟ 34 تا. چرا؟ چون الله اکبر، خدا بزرگتر، خدا بالاتر. تمام دعوای هستی بر سر پنجتنه. عدد 72 میشه عدد قدرت در کابالا. کابالا میگن عدد ما، عدد قدرت ما کابالا. امام باقر روایت داره میگه عدد قدرت 72. بله، نزد ما اهل بیت است. موسا 4 تا بیشتر در اختیار نداشت. آصف ابن برخیا 1 حرف بیشتر در اختیار نداشت. عدد قدرت در کابالا 72، عدد قدرت در کربلا هم چی؟ 72. دعوای دنیا و دعوای هستی بین ذریه حضرت ابراهیم، بین ذریه این طرفی و ذریه این طرفی. آیه قرآن داره؟ بله. ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله. حسودی کردید که چرا ما به این شاخه ابراهیم این فضل خودمون این ویژگی ها رو دادیم؟ به آل ابراهیم چی دادیم؟ کتاب دادیم، حکمت دادیم، ملکن عظیما، و ملک زمین رو دادیم به او، که این ملک عظیم در زمانی که محقق خواهد شد 12 امام، اون چیزی که صبح تا شب امروز دیگه رسانه های غربی دارن میگن، تو کتاباشو نوشتن، میگن لحظه و نزدیکی ظهور 12 امامه، امام 12. به دقت میشنن تو حرف میم، تو کتاب نبوید حیلت این میگه، میگه محمد کایا، اسم رسمان لفظ اسم پایمبر. بعد دقت کنیم، میگه اون محمد رو نمیگیم، ما محمد آخری رو میگیم. اسم آقا صاحب زمان چیه؟ اسم اصلی ها صلوات الله بفرسته محمد و آله محمد و انجل. یک سوالی شاید بعضیاتون اینجا بپرسید، چی میشه که یک نفر توی زمان خاص به دنیا میاد، تو یا توی مکان خاص به دنیا میاد؟ این همان چیزیست که شما روز الست انتخاب کردید، یعنی کاملا اختیاریه. چون خدا تو قرآن میدونه چی میگه؟ میگه ما شما را از پشت پدرانتان بیرون کشیدیم، یعنی معلوم شد کی بچه کیه، یعنی درخواست خاص خود طرف بوده تو اون زمان خاص به دنیا. توی کسایی که ببینید، کسایی که حب اهل بیت دارن جز اون اندک افرادی هستن که اونها مدهوش اهل بیت شدن و گفتن ما شرطی تو میپذیریم خدا، خدمت سربازی میریم با عشق. منتها میان اینور چند دسته میشن، خوب دقت کنید. اون طرف بعضی گفتن بله، یعنی الکی گفتن بله، تو دلشون بغض داشت. خدا ببین مهربونه، اونجا بغض داشت میفرستش رو زمین، اینجا هم بغض خودشو چیکار میکنه؟ اثبات میکنه، مثل شمر، مثل یزید. اونجا بله رو از سر شوق گفته، میاد رو زمین خراب میکنه، مثل زبیر. اونجا بله رو از سر بدی گفته، اما میاد روی زمین درستش میکنه، مثل هور، مثل زهیر. اونجا بله رو عاشقانه گفته، اینجا هم اثبات میکنه، اون مثل کسا، مثل سلمان. خب یعنی این میشه عزیز من. آقا رسول الله در صحیح بخاری یک حدیث بسیار تکون دهنده داره. صحیح بخاری صحیح ترین کتاب اهل سنت، که میگن هیچ غلطی توش نداره. دقت کنید، تو اونجا میفرماد وقتی من بر حوض کوثر قرار میگیرم و
صحابه من رو میخوان بیارن، فرشته های میان صحابه من رو میبرن همه رو به آتش، الان نار. میپرسم کجا میبرید؟ میگن الان نار. میگم چرا؟ میگن ای پیامبر، چه میدانی که پس از تو به قهقرا برگشتن، به گذشته برگشتن، خراب کردن کارو. پیامبر میفرماد الا حمل نعم از آتش نجات پیدا نمیکنن. یعنی چی؟ یعنی به تعداد انگشتای دست. شاید بعضیا بگن اینجا گفتن زمرتن، زمره یعنی تعداد کمی از صحابه ها میرن. نه خیر، زمره در صحیح بخاری یعنی 70,000 تا، زمرتن یعنی 2 تا 70,000 تا، یعنی تمام صحابه رو میارن. این یعنی چی؟ یعنی اگر کسی زمان پیامبر به دنیا آمده، علاوه بر اینکه میتونه فرصت عالی براش باشه چون معلمش کیه؟ پیامبر، از اون طرف میتونه یک فرصت بسیار خطرناک برای چی باشه؟ برای سقوط باشه. آقای خاتمی میفرمودن، آقای خاتمی که این شب ها میان صحبت میکنن، میفرمودن از میان امتهای مختلف بهترین ها و بدترین ها در زمان پنج تن آمدن، در زمان همان پنج تا. از بین ایرانی ها بهترین ما سلمان بود که تو همون زمان آمد و خوبیش هم چیکار کرد؟ اثبات کرد. بعضی ها آمدن خراب کردن. و اینا کی میشن؟ اینا چه بسا افرادی بشن که تو جهنم خالدین فیها ابدا، تا ابد تو جهنم میرن. چون هم اون ور بغض کردن چی؟ هم این ور بغض. در حالی که خدا میگه اون عهدی که ما از شما گرفتیم عهد منطقی بود، من ازتون نخواستم کار بی خود انجام بدید، کار غیر عقلانی انجام بدید. این میشه که امیرالمومنین میفرماد انا صراط المستقیم، امام صادق میفرماد والله نحن صراط المستقیم. ما بودیم، ما رو پس دادن، ما رو نخواستن، مسلمان‌ها دوستمون نداشتن. امیرالمومنین میگه بی آن که از ما بدی دیده باشن ما رو حذف کردن. میگه از علی چه بدی دیده بودید؟ از امام حسین چه بدی دیده بودید؟ و شروع کردن کشتن. این شجره رو بهش تبر زدن و ضربه زدن. رسول الله فرمود، اینم هم شیعه داره حدیثش رو هم سنی داره، فرمود من همچون تنه درخت هستم، دخترم زهرا مانند شاخه های شجر است. داره اون شجره رو ترسیم میکنه. درختی که میوه نمیده میان چیکار میکنن؟ پیوند میزنن. علی پیوند آن درخت است و حسنین، حسن و حسین علیه السلام، میوه های آن درخت هستن. شیعیان ما برگ های این درخت هستن. کی مردم جرأت میکنن برن یه درختی رو قطع کنن؟ زمانی که خشک باشه. از کجا میفهمن خشکه؟ برگ نداشته. دقیقا ضربه به اهل ببین، 14 سالی اماممون توی زندانه، کسی نیست بره بیرون بیارش. امام حسین و 70 تا برگ، بعد هزاران میلیون ها برگ روی درخت باشه، 70 تا برگ میگن درخت خوش شده، بریم حمله کنیم. خوب دقیقه، خدا دید گفت برید فکراتونو بکنید، هر موقع برگ خوبی شدید میذارم اون آخریه بیاد. تا الان همیشه امام آماده بوده، مأموم نبوده، مردم نبودن، حالا این بار اول مردم باید آماده بشن بعد امام بیاد. ماجرا دقیقاً عکس این ماجراش. عزیزان، من نتیجه تحقیقات خودمو دارم میگم. من تحقیق کردم، کتاب های یهودی ها رو خوندم، کتاب های مسیحی ها رو خوندم، تو اسلام فرقه های مختلف رو بررسی کردم، به این رسیدم و همینی که امروز به شما گفتم، مبنا همه چی اینا با این بزرگواران سنجیده خواهید شد. پیغمبر الهی به کلمات الله سنجیده شده، من و تو هم همینجور خواهیم بود. هر چقدر شبیه تر شدی با کله میری بهش، نشدی سر صراط اذیتت میکنن، موقع مرگ اذیت میشی. هیچگاه تو سیره اهل بیت دزدی نبوده، غیبت نبوده، دروغ نبوده، تهمت زدن نبوده، مال مردم خوردن نبوده، بی نمازی نبوده. این عبارت امام صادقه، لن تنال و شفاعتنا من استخف بالصلات، کسی که نماز رو سبک بشموره شفاعت ما بهش نمیرسه. سبک نمیگه نخونه، سبک بشموره نمیرسه، میگه من قبول ندارم. شیطان که رانده شد به جز یک خطا نکرد، خود را به سجده آدم رضا نکرد. شیطان هزار بار به حزبی نماز، او سجده بر آدم و این بر خدا نکرد. چجوری انتظار داری نفر که مثلا نماز امام هم میان شفاعت میکنه؟ نه خیلی خبران، 300,000 سال جهنم. عزیزم جهنمش هم خودش میگه علمی با پزشکی هم جور در میاد، بگم حالش رو ببرید، میگه میندازیمتون تو آتیش، چنان میسوزید پوستتون میسوزه، سری چیکار میکنیم؟ یه پوست جدید میدیم. سالها به قرآن فوش میدادن، توهین میکردن، میگفتن این خدای شما بلد نبوده وقتی میخواد آتیش بده تا آخر بسوزونه،
به استخون برسونه دوباره از اول نو کنه. برعکس ببین چیه، ما سن و سوختگی داریم. سوختگی درجه یک پدر آدم یه جلو چشش، سوختگی درجه دو پدر بزرگ هم میاد، سوختگی درجه سه دیگه جد آدم نمیاد. نخیر، هیچ دردی احساس نمی کنی چون اعصاب از بین رفتن. خدا میگه من خودم آفریدمت، بلدم پوست تو از دست بدی، من خودم درد بکشی، پوست جدید میدم. درد میکشی برای اینکه به مردم درد کشوندی، چون آدم کشتی، چون مردم اذیت کردی، چون مخلوقات من اذیت کردی، نوش جونت که درد میکشی. این ظلم نیست، با اختیار انتخاب. آقا چرا یادمون نمیاد اون روز دوباره کلا؟ سوال خوبیه، بذار یادمون میومد. اگر یادمون میومد نفاق پیشه میکردیم. خدا چی میگه؟ میگه یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، هر آنچه تو زمین و آسمونن داره منو تسبیح میکنه. طوعا و کرها، بعضی از سر اطاعت، بعضی از سر کراهت، دوست ندارم مجبوره. میگه منتها من دو تا موجودم رو مختار گذاشتم، اگه دوست نداره عبادت نکنه. عزیز من، این میشه که میشه دردانه آفرینش میشه انسان. به لحاظ جسمی پسترین عنصر آفرینش خاک، به لحاظ استعداد بالا رفتن و خلیفت الله شدن اولین. کار به جایی میرسه که فرشته ها سجده کنن. و اینم بهتون میگم، سجده 72، 72 از 28 تا حرف عربی میاد بیرون. شما حروف عربی رو بنویسید، بنویسید الف با تا سا تا آخر یا. حرف الف سه حرفه، با خودش دو حرفه، بنویسید جمع بزنید میشه چی؟ میشه 72 کلمه. ببین حرف جمع میشه میشه چی؟ کلمه. کلمه با هم جمع میشه میشه کلمات. وقتی میگه کلمات معنی اینه، یعنی تمام 72 حرف در اختیار این هاست. 72 حرف یعنی چی؟ یعنی کدهایی که تمام فرشته ها رو سرخط میکنه از عرش الهی تا پایین. حضرت موسی 4 حرف در اختیارش بوده. کدام فرشته موکلش بوده؟ فرشته که آبها رو میشکافته. ها؟ اما میفرماد 72 72 کجا، 4 کجا. این وسیله برای قیاسه. و اینو دقت کنید، مثلا حضرت امیرالمومنین امام صادق در مورد سلمان میفرمان ما به سلمان به مقامی رسیده بودیم علم اولین و آخرین رو میدونست، یعنی از همین حروف به اونها هم داده بودیم. اینو دقت کنید، خدا میگه ما سپردیم دست خود اینا، میخوان ببخشن میخوان نبخشن. به حضرت سلیمان میگه فمنون او امسک به غیر حساب، دوست داری ببخش دوست داری نبخش. توی شخصیت های دیگه کجا همچین چیزی رو داریم؟ ذوالقرنین. به ذوالقرنین میگه ای ذوالقرنین خوب دقت کنید، و آتیناه من کل شیء سببا، اسباب همه چی در اختیار ذوالقرنینه، هیچ محدودیتی نداره. این آیه قرآن، یکی از صفتهای امام زمان و لقبهای امام زمان تو حدیثی که از امام حسن عسکری نقل شده ذوالقرنین بودنه. ذوالقرنین یه معنی براتون بگم، قرنه 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 یعنی شاخ و شاخه، صاحب دو شاخ، صاحب دو شاخه. و قرن به معنی امت هم هست، فی قرون آخرین، امتهای آخر زمان، صاحب دو امت، صاحب دو شاخه. امام زمان از نسل مادری بنی اسرائیلی، از نسل پدری بنی اسماعیلی. ما الحمدلله تحقیق انجام شده که دوستانم یه گروهی رو در عراق هماهنگ شد، کارشون انجام شد، نسب حضرت نرجس خاتون، نسبش که به از این طرف به حضرت ابراهیم میرسه پیدا شده، از این طرف هم که مسجل تا از طریق حضرت اسماعیل. ابراهیم دو تا بچه داره علیه السلام، اسحاق نسب مادری امام زمان، اسماعیل نسب پدری، در این وجود مقدس دوباره با هم یکی میشن. جالبتر اینه که در یهودیت نسب از مادر منتقل میشه، در اسلام نسب از پدر. این دوتا ذوالقرنین یعنی صاحب دو شاخه، دو صاحب دو امت، امت غیبت و امت زمان ظهور. صاحب دو شاخ هم که به کوروش میگن برمیگرده، اون هم داریم. برعکس، برعکس دقت کنید، کوروش هم صاحب دو شاخه بود. چی؟ لومادا لوپاراشا، یک بخش از ماد، یک بخش از
پارس، مادری مادی بود، پدری پارسی بود. میگه این از دو شاخه به هم میرسه. منتها بحث در مورد اینکه آیا کوروش ذوالقرنین بوده نیست، چه جوری این با ذوالقرنین بودن جور در میاد یا نمیاد، بحث مفصلی سخنرانی کردم با عنوان حقیقت ذوالقرنین، تو اینترنت دانلود کنید گوش کنید. دو ساعت و نیم بحثه، کامل ترین بحثی بوده که تا الان در نه فقط ایران، در کل کشورم که چرس کنم، در کل دنیا در مورد ذوالقرنین صورت گرفته. میتونید گوش کنید، صوتش تو اینترنت هستش. منتها حضرت علامه طباطبایی آیت الله مکارم شیرازی هم نظرشون بر اینه که کوروش انسبه، بیشترین نسبتو داره با ذوالقرنین. منتها یه سری سوالات هست که جواب داده نشده، مثلا اینکه صد کوروش در روز قیامت باید پا برجا باشه، منتها اون صد ما نمیبینیم، الان از بین رفته. این قرآن میگه پا برجاست. این به چی داره اشاره میکنه؟ اونا رو من تو اون سخنرانی توضیح دادم، میتونید برید در رجوع بکنید و استفاده کنید. بحثمو جمع کنم در یک دقیقه، اون هم این که عزیزان این ذریه وعده داده شده و محقق خواهد شد. در تورات هست، در انجیل هم هست، حدیث انجیل، روایت انجیلیشو براتون میگم. کتاب مکاشفات یوحنا، زنی که خورشید را در بر دارد و ماه زیر پاهایش است و تاجی از 12 ستاره بر سر دارد، پسری بزاید که به عصای آهنین جهان را حکمرانی خواهد کرد. اژدها یعنی شیطان با دمش ستاره ها را میریزد، میگه تعداد از این ستاره ها را میکشن، شهید میکنن، منتها اون آخریه را خدا به نزد خیش میبرد تا آخر الزمان دوباره چی؟ برگرده. اینه که اونا انقدر شیش دنگند روی بحث مهدویت و امام زمان اینجوری زوم شدن. فیلم های جدیدی که دارن میسازن همش اشاره به مهدویت داره. همین فیلم ورلد وار زد که بنده نقد کردم حتما از اینترنت دانلود کنید. کلیپ هایی هم که نشون دادم گذاشتم تو سایت خودمون هست، masaf.ir، حتما دانلود کنید. تو اونجا ببینید چطور به 12 امام اشاره میشه و به امام 12 اشاره میکنن اینا. خب عزیزان، امروز این شمایید و خودتون که خودتون رو چطور با این کلمات الله میچینید. قطعا محب اهل بیتید، اسم امام حسین میاد خیلی اشک رو چشاشون حلقه میزنه. من همینجا داشتم این بحث کتاب نبوید حیله دو میگفتم، من دیدم بعضی گریهشون گرفت، اشک رو چشاشون حلقه زد. اما این باید در عمل هم اثبات بشه. درست راه و درست تشخیص دادی، اما باید درست هم رانندگی کرد. در عوض یک ابدیت بهشت است. بعضی اونقدر احمقن و نفهمن، دوست دارن که یک ابدیت جهنمو بخرن. به من و شما هیچ ربطی نداره، نوشه جونشون، به من و تو چه؟ سرتون درد آوردم، عذرخواهم. چه دعایی کنه بهتر از این که خدا پنجره باز اتاقت باشد؟ به خدا سپردمش.